در واقع در کنار سرکار خانم مهری مهرنیا هستند و جوانی هستند که در واقع خانم مهرنیا رو مثل مادر خودشون پذیرفتن، در کنارش هستند و کارای خصوصیشون رو انجام میدن. دوست عزیز بفرمید. خواهیم بشینید اینجا چند لحظه. متشکرم، خیلی ممنونم که در واقع هماهنگی این برنامه رو انجام دادین و در واقع ما متشکرم از جناب عالی. خودتون رو معرفی فرمایید. قبل از هر چیز ورود شما رو به قول معروف تبریک میگم. خیلی قدم رنجه فرمیدید، تشریف آوردید به این برنامه و کاریو که شما برای ما انجام میدید واقعا ارزنده است. من احساس میکنم کاری که شما انجام میدید نزدیک به کار منه. من با کمک به مهری مهرنیا احساس میکنم دارم به فرهنگ و هنر این مملکت کمک میکنم و شما هم با بزرگداشت و به قول معروف مصاحبه با هنرمندان پیشکسوت ما دقیقا همین کار را انجام میدید و واقعا من راه شما رو مقدس و گرامی میدونم. خواهش میکنم. بفرمایید که چطور شد با خانم مهرنیا آشنا شدین و در واقع چه مدتی هستی در کنار این هنرمند در زنده یک کشور متصدی؟ فکر میکنم حدود سال 1380 بود. من داخل روزنامه خوندم که به قول معروف مهری مهرنیا داخل بیمارستان آریا ایشون بستری هستن. به اتفاقی که دوتا از دوستانمون رفتیم به خانم مهرنیا سر زدیم و همین قضیه ادامه پیدا کرد. این یک موج منو کشون تا از سایه کردن خدمت شما هستم. خب ایشون در واقع خیلی متواضع هستن، راضی نمیشن که ریز کار رو بگن. ما بهشون افتخار میکنیم و قابل توجه همه بینندگان محترم به ویژه جوانانی که در این خطه کهن دارن زندگی میکنند. کاری نداره مادر، ریز کار معنی من الان نشستم، شما بریم، همه برم، ایشون هم بره. حالا کی واسه اینا رو جمع میکنه، کی فلان میکنه؟ برای همینه میخواستم بگم هرچی لب بتره کنم جلوم حاضر هرچی بخوام. واقعیت داره، اینقدر که به مامزی گمان نمیکنم به مامان ایناش برسه. واقعا به مامان ایناش که میگم میخندن، میگن تو رو پیدا کرده ما رو بخواد چه کنید که. خب ببینید، این در واقع یک افتخاری هست برای تمام کسانی که واقعا علاقمند به هنرمندان هستن. خانم مهرنیا اگر ایشون هم چیکار کنه، پسر داریم اقلا والا، ایشون که این کار انجام میدن، خب احساس درونی قلبی خودش هست، نشوندنده این هست که زیر سایه پدر مادری بزرگ شدن که واقعا شیرون مادر حلال شما باشه. قابل توجه همه بینندگان جوانی که در واقع این برنامه رو میبینن، دوستان عزیز، واقعا دوستان و هنرمندانی ما داریم در کشور که شاید کسی نباشه از اونها نگهداری بکنه و مجبور بشن در خانه سالمندان زندگی بکنن. اما به جاست که شمایی که توانایی داری، همیشه گفتن شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. اینه که اگر این جوان عزیز خوبی کشورمون الان این کار انجام میدن، کسی اجبارش نکرد، دوست داره و در واقع باعث افتخار خودش میدونه که در کنار هنرمندی باشه که سالها در عرصه‌های هنری باعث افتخار این مملکت بودن. ما بهشون افتخار میکنیم و در واقع اجازه بدین که من به شما دستون فشار بدم و امیدوارم که شما سالم باشین. اگر متشکرم. اگر شما صحبت خاصی رو با بینندگان محترم ندارین، من از حضورتون مرخص میشم و توجه بینندگان رو به برنامه بعد جلب میکنم. از تو یادم، یعنی تولد از فاطمه زهرا که روز زن هست، به موقع خودش پخش نشه، با چند روز تأخیر یا زودتر یا دیرتر بر ما خورده مگیرید، به خاطر اینکه ارسال این برنامه برای شبکه مقداری زمان میبره و ما همیشه در این مورد شرمنده شما بینندگان محترم هستیم که سر تاریخ خودش پخش نمیشه. خب در خدمتتون هستیم که صحبت. من صحبتی ندارم، فقط صحبت من به جوانان این دوره است که مثل ایشون هستن، سعی کنن خودشونو حفظ کنن، با آبرو زندگی کنن، سعی کنن به زنان پیر، به زنان مستمند یا مثلا دست پاشون نمیشه به خودشونو بگردونن، زیر بال اینا رو بگیرن. الان مثلا من چند ساله که با ایشون هستم، والا انگار میکنم که پسرمه، فرق برم فرق نمیکنه. بله اصلا من یه روز که نمیبینم به خدا دق میکنم، میگم این چی شد، کجا رفت، چیکار کرد، چیکار نکرد. فقط سعی کنین که جوان با استعداد و جوان با غیرت باشید.
دستگیر باشید، با محبت باشید، فقط اینا باشید، نه که تمکار به و چشمت به مال مردم یا چیزی باشه، نه، فقط چشمت به اون طرف باشه، طمع نکنی، چشمت به اون طرف باشه که دستگیرش باشه، محبت خدمتی انجام بدین که اون زن یا مرد دلش به چیز بیاد، وجه بیاد، اون وقت اون وجه آمدنه که بهش میاد، خداوند از بالا برای اون پسر میرسونه کاری که باید بکنه، آرزویی که داره خدا میرسونه براش. من به جرأت میگم در جایگاه هنر واقعا کسی نیستم، ولی اگر حدود به اندازه انگشتای دستم کسی رو منو میشناسه در زمینه هنر، من مدیون این خانومم و تا آخر عمرم سر تعظیم به پاشون فرود میارم. خیلی ممنونم. شما خودشه، غیرت خودشه و هن هنر و کارهایی که همتی که خودش داره، تمام اینا رو اون داره. من میگم که من زنده موندم و به خاطر این همت اینه دیگه. من که افتادم اینجا ایش گله همه میری، منم و این تخت کی مونه؟ یه بالاخره زنگ تلفن زنگ میزنه، ماما میری چطوری؟ خوبه؟ حالت حالت خوبه؟ ازاره من فردا هم یه سر این میدونی روحیه من عوض میشه اینه. خب خیلی ممنونم با حرف قشنگی که این فرزند و این مادر رو بر زبان آوردن. والا من نمیدونم دیگه چی بگم. من اجازه میخوام که از طرف شما بینندگان محترم صورت این جوان رو ببوسم و در واقع تشکر کلی خودمون رو از این جوان ایرانی داشته باشیم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما. همینطور دست شما رو من میبوسم خانم مرنیا از طرف بینندگان. زنده باشین انشالله. متشکرم. خب من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. باعث افتخار خودم بود که در خدمتتون باشم خانم مهرنیا. تصویربردار این برنامه جناب آقای احمد فریدونی بودن، مثل کار قبل همکاری کردن، همیاری کردن. ممنونم از لطفشون که ایشون هم علاقمندان به هنرمندان هستن و همیشه در واقع پیش قدم هستن در برنامه‌ای که این بنده حقیر قرار است با هنرمنداش داشته باشم. خیلی ممنونم. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و یادم که تا این لحظه روز رو که جمعه و آدینه هست، روز خوبی رو گذرانده باشین و لحظات خوبی هم در انتظار شما باشه. اگر صحبتی ندارین من با شما خدافظی می‌کنم. چیزی ندارم ان شاء الله، جز سلامتی شما و سایر. سپاسگزارم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. ان شاء الله روز خوبی داشته باشید. زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که با امیدی